و معنوی و بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی علم و تکنولوژی. اصلاً فلسفه حیات در ابتدای قرن بیستم در مواجهه با نگاه‌های پوزیتیویستی به مسائل انسانی صورت می‌گیرد. چون همونطور که می‌دونیم در پوزیتیویسم بیشتر مباحث مربوط به علوم انسانی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، دین، مابعد و طبیعه و حتی فلسفه داره کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون به لحاظ تجربی و عینی قابل اثبات و تایید پذیری یا اثبات پذیری نیستند. به خاطر همین اصلا چون میگن اینها از واقعیت چیزی نمیگن، اونها رو میذارن کنار. اما در فلسفه حیات مثل نگاه های رومانتیسم نو یا نگاه های رومانتیک جدیدی که حالا به مسائل انسانی وجود داره، میخوایم به این بپردازیم که آیا ما میتونیم مباحث انسانی رو به خاطر اینکه به لحاظ علمی و پوزیتیویستی در واقع از واقعیت چیزی رو بیان نمیکنن کنار بذاریم؟ در حالی که اگر ما نگاهمون به زندگی و واقعیت طور دیگه باشه، اون وقت میتونیم بسیاری از مسائل وجودی یا حتی اگزیستانسیال انسان رو مورد بحث قرار بدیم، از جمله معنای زندگی بشر. اینکه اصلا زندگی در معنای واقعی خودش چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ سوبژکتیویسته اصلا چرا وجود داره، چه معنایی داره، آیا ما همه مفاهیمی که از حیات داریم رو میتونیم به لحاظ علمی در واقع مورد شناسایی قرار بدیم؟ و اینکه آیا زندگی وجودی انسان صرفاً به لحاظ علمی و تکنولوژیک میتونه مورد بحث و شناخت قرار بگیره؟ آیا همه ارزش‌ها و مفاهیم و معانی که در زندگی انسان هستن صرفاً همون ارزش‌ها و مفاهیمی هستن که در نگاه علمی وجود داره؟ یا اینکه ما با مفاهیم و معانی غیر مادی هم در زندگی انسان مواجه هستیم که در فلسفه حیات میخوایم به احیای اونها بپردازیم؟ و در ضمن این مباحث میخوایم ببینیم که نگاه صرف علمی و تکنولوژی که حاصل اون مدرنیته موجود در قرن 19 و قرن 20 هست چه پیامدهایی در زندگی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی انسان داشته و در واقع چه مسائل و موضوعاتی در زندگی وجودی و ماهوی انسان رو نادیده گرفته. از جمله نظریه پردازان و فلاسفه موجود در فلسفه حیات ویلهلم دیلتای، هانری برگسون و جورج زیمل هستند. ویلهلم دیلتای در فلسفه خودش به مفاهیمی همچون تجربه زیسته و فهم زندگی می‌پردازه. فهم زندگی در واقع به این معنی هست که زندگی خودش دارای معنا و فهم و ذاتی هست که ما باید با تجربه خود زندگی به اون فهم عینی دست پیدا کنیم. اما این تجربه زیسته یا تجربه خود زندگی که در تجلیات انسانی اون در واقع حاصل میشه، که این تجلیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هستند، هم در تجربه زندگی خود من هست که قابل شناخت هست و هم در تجربه زندگی دیگری هست که باید به اون بپردازیم. در واقع فهم زندگی یک فهم عینی هست که دارای معنا و مفهوم واحد عینی هست و ما باید در شناخت تجربی از زندگی انسانی به معنای کلی به این فهم از زندگی دست پیدا کنیم. در فلسفه هانری برگسون با مفاهیمی چون دین سکون و دین حرکت و نیز شهود زیبایی شناسانه یا زیبایی شناختی مواجه هستیم. در واقع برگسون معتقده که تنها شناخت واقعی از زندگی و حیات شهود هست، که این شهود به نحوی نوعی شناخت غریزی و فطری هست که وجه زیبایی شناسانه داره و در این شهود که معطوف به زندگی و حیات هست به نحوی انسان با حیات به اتحاد و یگانگی میرسه و این شهود دیدی؟
ăn muốn ăn trầu mà muốn ăn trầu lắm mà không ăn mấy khác. Tám bốn chín chào lại.